چو بوی خوش آشنایی. شاعره. خیلی جالبه. امیدوارم در این راه که قدم گذاشتی پیروز و موفق باشی. متشکرم. نیاز به این دعای خیر دارم. آیا زن شیطان است؟ میدونی که نوشته؟ یک زن نوشته. آیا زن شیطان است؟ نه، زن فرشته است. کی گفته شیطانه؟ زن ملائکه است. زن بهش زیر پاشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده یک حدیث درباره زن که درباره مرد نفرموده، گفته الجنه تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادره. یه جوان آمد گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، چه کسی اولاتر به خدمت من و نیکی من هست؟ گفت مادره. گفت دیگه کی؟ گفت دیگه مادره. گفت دیگه کی؟ گفت دیگه مادره. گفت پس پدر چی؟ بار شارم. گفت پدره. مادره که زنه. آیا زن شیطان است؟ زن فرشته است. کی زن شیطانه؟ زمانی که نخواد فرشته شه شیطان میشه. اگر زنهای شیطان صفت هستند، به خاطر که نخواستن فرشته بشن، از امروز توی زن، توی خواهر، توی مادر تصمیم میگیرن فرشته بشه. جز پاکی و جز سنت پیغمبر و جز اخلاق نیکی و حسنه چیزی دیگه چه در خودت پیاده نکن. اولادت هم درست تربیت بکن، تو میشی فرشته. یک جوان 15 ساله در مدرسه حفظ بندر خمیر حافظ کل قرآن شد در 28 روز. اسمش عبدالرحمن انزادی دژگونیه، از روستای کوه بدویه. خیلی حرفه در 28 روز حافظ کل قرآن بشه. از بعد پسرخاله من آشپز مدرسه حفظ خمیر بوده، گفت که فلانی این روز دو دل حفظ میکرد، یعنی تو 15 روز میتونه حافظ کل قرآن بشه. ولی علما جلوش گرفتن، گفتن نه زیاده روی نکن، 15 روز 30 روز میتونست از بر بکنه. نه سواد خوندن نه سواد نوشتن، مادر و پدرم فقیر. کوه بدو یک روستای بالای کوه، 3 ساعت از پایین تا بالا راهه، با ماشینم راه نیست. آقای زیایی رحمت الله علیه دو بار با علام رفتن بالا، برای همین پسری که در 28 روز حافظ کل قرآن شده. چه شخصیت با وقتی یک بچه حافظ قرآن، شیخی به این بزرگواری بالای کوه میکشونه، 3 ساعت بالا رفتن 3 ساعت پایین آمدن، حالا پیاده هم نمیشه، یعنی با ماشین هم راه نیست. میگه از مادر سوال کردن که ای مادر، چطوری بچه ی تو 28 روز حافظ کل قرآن، نه سواد خوندن نه نوشت. گفت که هر وقت باباش خدمت پول می آورد در خونه قسمش می دادن، مرد خدا بترس، تو رو به خدا قسم راست بگو این 1000 تومان از کجا آوردی؟ من میخوام بخورم، بچه میخواد بخوره، لقمه حرام نباشه. اینو زن باور بکن به خدا که کارگری کردن، مال دستم، عرق جبین بکتم، 100 بار قسمش می دادم که این لقمه حرام نباشه که خون و پوست و گوشت و استخوان تبدیل بکنه به چیز نامبارکی. وقتی این بچه من براش حامله بودم، هیچ موقع تحت هیچ شرایط معصیت خدا نکردم. وقتی بچه به دنیا آمد، اذان محمدی در گوشش گفتم، گوش راستش، اقامه نماز در گوش چپش، سرش رو تراشیدم معادل وزن موی سرش، در روز هفتم نقره برای فقرا دادم. هر وقتی برای این بچه شیر دادم، وضو گرفتم و بسم الله گفتم، سینه تو دهانش گذاشتم. چطوری بچه حافظ قرآن نشه در 15 روز؟ مادر حامله است، موسیقی گوش میده، نوار ساز گذاشته، همجور پاش داره تکون میخوره. وقتی بچه هم به دنیا میاد، چشمه پاش داره تکون میخوره تا موسیقی میشنوه، چون تو شکر مادرش شنیده. این حالتهای روانیه، برو پیش روانشناس. طبیعه. حالا زن شیطان یا زن ملائکه است؟ یکی از من سوال کرد تلویزیون حرامه؟ گفتم تلویزیون آهنه، اگر این آهن تو سر کسی زده حرامه. کارت چاقو تو شکم کسی پرو بکن حرامه، میوه گوشت که تکه بکن
استفاده درسته. تلویزیون فیلم خوب بگیر، نوار ویدیو سخنرانی علما قرآن بذار، منبر رسول الله میشه صلی الله علیه وسلم. نوار شیش و نوار زشت و مبتدر نختی بذار، میشه منبر ابلیس. زن میتونه فرشته باشه، زن میتونه چه؟ شیطان باشه. بیشتر از این رفت از زن نمیگیرم. یک سرود خوانده میشه، دامادم که اینجا هست الحمدلله ماشاءالله، با لباس سفید محترم نشسته و واقعا سبب خیر و برکت برای این دوستاش. امیدوارم که همه تون داماد بشید. بگید آمین. پیرمردان هم داماد بشید. حالا در خاتمه چون که عروسی هم هست این جوکم بگم بد نیست. مولا عبدالرؤوف یکی از علمای بلوچستان خیلی خوشمشرب و شوخ‌طبعه، میگرفتم خراسان یک سخنرانی کردم در جمع عظیمی درباره بهشت و حور بهشتی، وصف بهشت و دنهای بهشتی. خوب که اون جمع و به حالت انداختم، بعد گفتم که الا هر کسی حور بهشتی میخواد دستش بلند بکنه. بعد تعدادی جوان دستشون بلند کردن، گفتم ما حور بهشتی میخوریم نه به بهشتی. پیرمرده جرأت نمیکرد دستشون بلند بکنه. گفتم که مگه شما زن بهشتی نمیخوای؟ شما میشه حور نمیخوای؟ گفتم بله ما میخوام، ولی از ترس زنها من جرأت نمیکنم دست بلند کنم. حالا من نمیدونم چی میگم، پیرمرده جرأت داره یا نه. موفق و معید باشید. اینم بخاطر عروسی بود که دیگه نگی همه سخنرانی و غم و مباره قبر و قیامته. عروسی باید شادی باشه. اینم بخاطر این مجلس و بخاطر جوان ها که خیلی شیرین هم و واقعا حوصله کردن تو این چند روز همسفر ما بودن. فرداشت هم زحمت بکشید تا رم کن بیده. مهمان نوازی که شروع کردید بالاخره چه مال فرده اینجا شاید این ما مثلا فرده رفت دیگه بر نگشت. بالاخره دیگه این یه چیزی به دل میمونه، تو همون قبرم تو دلو میمونه. بالاخره سعی بکنید که فردا هم دیگه رو ببینیم فردا شب انشاءالله، و با همه در فردا شب انشاءالله خداحافظی میکنیم به امید این که چهاردهم دوازدهم فروردین که دولاب دوازدهم فروردین